علی‌رغم اصرار جامعه مدنی ایران و نهادهای بین‌المللی، حکومت حتی حاضر نشده تعداد و اسامی کشته شدگان و دستگیر شدگان رو اعلام بکنه. و مهمتر از اون، این همه انسان جان خودشون رو توسط عمال رژیم از دست دادند، اما نهایتا افرادی که در یک اجتماع مسالمت‌آمیز به خیابان آمده بودند و خواسته آنها نان و کار بود، به زندان رفتند و به چوبه دار سپرده شدند. این شدت از خشونت در ایران بی سابقه بوده و از این جهت نباید فراموش بشه حوادثی که اتفاق افتاد، عواملش رو و کسانی که اجازه چنین کارهایی رو به حکومت دادن. خب در کشوری مانند ایران که از استبداد رنج میبره و تمامی امور برمیگرده به رهبر که اختیارات زیادی قانون اساسی به او داده، از جمله نظر این که طبق قانون اساسی رهبر بایستی بالای سه قوه باشه و رئیس قوه قضاییه را هم تعیین میکنه، خب چگونه ممکن است که این قوه بتواند عدالت را اجرا بکنه و کسانی که با اجازه و اشاره رهبر به خیابان آمدند تا معترضین رو بکشن اونها رو محاکمه کرد؟ به هیچ وجه. دادخواهی در شرایط فعلی ایران تا وقتی که این قانون اساسی در ایران تغییر نکرده امکان پذیر نیست. خانواده ها بایستی ادله جرائم رو حفظ بکنن، بایستی در درجه اول دلائل ارتکاب جرم رو حفظ کرد و در وهله بعدی از طریق نهادهای حقوق بشری بین المللی از جمله کمیسر عالی حقوق بشر و سایر نهادهای پیشبینی شده در حقوق بین الملل اقدام بکنن. دولت ایران عضو دادگاه کیفری بین المللی نیست، در نتیجه نمیتوان در اونجا اقامه دعوا کرد. اما خوشبختانه عدالت جهانی مفهوم گسترده تری در 10 سال گذشته پیدا کرده و اگر شخصی مرتکب جنایت علیه بشریت بشه در بسیاری از کشورها قابل تعقیبه.